السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، دوستان عزيز، إن است بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبارزوی صحت و عافیت شما آغاز میکنیم درس 14 را در مضمون نحو از سمستر دوم. دوستان عزیز، در این درس ما و شما یک فصل و یک مبحث بسیار نو را در مضمون سرد باز میکنیم و این مبحث را مطرح میکنیم برای درس امروز. این مبحث هست به نام صفت. به دوستان عزیز یک تصور عمومی در برای صفت برای شما بتون که معنای صفت هست. صفت برای چه گفته میشه؟ صفت یک اسم هست که بعد از یک اسم دیگه ذکر میشه و درباره اسمی که قبل از او ذکر شده توضیحات میده، بیان میده، او را واضح میسازه. و اگر شما و شما ببینیم بالکل درباره در زبان فارسی و زبان های محلی ما میتوخ هست. مثلا شما به یک کسی میگوین که شما صفت فلانی کس میکنین یا صفت فلانی جنس و کلر و کلم جنس دیگر میکنین، یعنی درباره همی شخص بیانات میتین، وضاحت میتین یا درباره همی چیز شما وضاحت میتین. لیکن یک فرق دقیق در میان صفتی که در زبان عربی استعمال میشه و در صفتی که ما شما در فارسی به کار میبریم، یک فرق دقیق این است که غالبا در فارسی برای چیزی که شما میگوید صفت میکنین یا یعنی خصلتای خوبش بیان میکنین، خوبیش بیان میکنین، اما در زبان عربی باز چنین نیست. صفت خواهی صفت بد باشه او را هم صفت میگوید یا صفت خوب باشه او را هم صفت میگوید. ما خب این یک تصور عمومی بود. اما دوستان عزیز، وقتی که شما فهرستای کتاب های نحو را ورق میزنین، شما با دو قسم عنوان مواجه میشین. یک عنوان صفت هست، مثل که کتاب شما این عنوان ذکر کرده. عنوان دیگه نعت هست. نعت هم به معنای همی صفت هست. نعت هم بعد از اسم که ذکر میشه درباره اسم قبلی تفصیلات میده، وضاحت میده، درباره او بیان میده، معنیش یکی هست. اما وقتی که نعت ذکر شوه، باز همی اسم قبلیش یا درباره اسم کدام اسم که وضاحت میده او را منعوت میگویم، منعوت. و وقتی که صفت ذکر شوه، اسم قبلی را موصوف میگویم. خب ای بود دوستان عزیز تصور عام، یک تصور عام درباره صفت و ذکر دو نامش که صفت هست و نعت هست، موصوف هست و منعوت هست. خب دوستان عزیز، میریم حالا به طرف کتاب شما میریم. چیزای مهم را در کتاب شما میخوانیم، مرور میکنیم. اگر کدام جایی ضرورت به تفسیرات داشتیم، استاد میشیم، توقف میکنیم، تفسیره میکنیم. اگر نه دیگه باز یک مرور کرام کرده میریم. خب دوستان عزیز، از اول باید برایتان بگوییم، اول برایتان یک خلاصه بسیار مفید دارم. خلاصه این است که صفت که هست یا نعت بر سه قسم است. در عموم بر سه قسم رئیسی است، یا که مفرد می باشه و یا جمع می باشه و یا شبه مفرد می باشه و یا جمله و یا شبه جمله می باشه. خب وقتی که مفرد بود کدام تقسیم دیگه نداره، اما وقتی که جمله بود باز جمله باز بر دو قسم است، یعنی که جمله فعلیه می باشه و یعنی که جمله اسمیه. خب طبعا جمله فعلیه و اسمیه روتش باز منفی میه یا مثبت میه، بسیار چیز واضح هست. اما وقتی که شبه جمله باشه باز بر دو قسم است، یا جر و مجرور می باشه و یا ظرف می باشه، ظرف مکان. همین خلاصه بود. حالا می بعض از مثالا می خوانیم. الشام بلد قدیم، الشام یک کشور بسیار تاریخی و قدیم هست. الشام، شام نام جدیدش بلکه تقسیم شده جغرافی بر جغرافیای مختلفه، نمای کشورهای مختلفه مانده شده. شام مطلب تقسیم تقریبا به 3-4 دولت شده شام گذشته. وقتی که شام تعبیر می شد به سوریه کنونی و اردن و فلسطین، این هم مناطق شام گفته می شد.
اما حالا سوریه هست، امی مرکزش سوریه هست، چون که دمشق پایتخت شام در اینجا هست، دیگه فلسطین از جدا شده و اردن از جدا شده. و این واقعا که یک کشوری قدیم هست و اکثریت هزارات و متمدن ها از اینجا نشأت گرفته و اکثریت پیغمبرا تقریبا تعداد زیادش از همین منطقه بودن و در قرآن هم ارض مقدسه گفته و ارض زمین گفته شده که الان میگوی که ما در او برکت انداختیم. میگوی یک کشوری قدیم هست. حالا دوستا شما قدیمون در اینجا صفت هست در برای امی کشوری که شام هست توضیحات میتر در برای یوسخون میزنه که یک کشوری تاریخی هست یک کشوری تاریخی نیست، تاریخ نداره. خب در برای وضاحت میتر لیکن دیجه مفرد هست شما میبینید. باز زرعت سارت شجرت طیلت سارا نمی دختر است یا نمی زن هست. سارا شانت یک درختی که دراز هست. خب مثال گذشته دوستا مذکر بود، در اینجا بازی مثال مؤنث هست. خب و هی هر دوتا مفرد هست. حالا طویلتا صفت درخت هست، درخت که هست موصوف هست طویلتا صفتش هست، چون که درازی درخت یا بلندی درخت، بلندی که هست در برای درخش ما سخن میگوین، در برای او وضاحت میتین. مثالی که در خانه بعدی هست، هذانی طالبانی طویلانی، این دو محاصل بلند هست، قد بلند هست. خب در اینجا باز تصنیه هست، در وجه مفرد بود. عبنا مع طالبینی المؤدبینی. و یک چیز نگفته نمانه که صفت بدن باز میاد در احکام تابعی موصوف میباشه در اعراب و در تذکیر و در تانیث و در تنکیر و تعریف. حالا شما بلدون قدیم بلدون ببینین که مفرد است، قدیمون مفرد است و او بلدون که هست مرفوع هست از خاطر که خبرش هم بود، قدیمون مرفوع هست. و زرعت سارت و شجرت الطویله، الطویله شما ببینین که شجره مؤنث بود، الطویله مؤنث آمده. الطویل اگر بگوی باز غلط هست، موافقتش شرط هست که باید موافقت بیایه، باید که الطویله بگوی. و او معرفه بود از شجره و این معرفه هست بود منصوب بود چون که مفعول بهی بود، الطویله هم منصوب است. تو نیست که الشجرة الطويلة تو غلط است، الطويلة غلط است، مثلا طويلة بدون الف لام غلط است، باید که با شجره موافقت کامل داشته باشه. شجره مونس، طويله مونس، شجره معرفه به الف لام، طويله معرفه به الف لام. خب شجره منصوب، طويله منصوب. و هذان طالبانی طويلانی یم چنان طابی هست، هذان تثنیه هست و ده اینجا مبتدا واقع شده و تثنیه در حالت رفعش اعرابش فرعی هست، در حالت رفعش با الف هست. طالبانی باز خبر هست، یم همچنان مرفوع هست، خبر مرفوع می باشه. طویلانی صفتش هست بلندی درباره یم محصلین هست، درباره دو محصلین. و موافقت شما می بینید که موافقت عام و تام آمده. حالا شما میبینین که او مرفوع هست با الف و این مرفوع هست با الف و نکره هست که الف لام چیز نداره، این نکره هست و تثنیه هست، این تثنیه هست. لعبنا مع الطالبتین المؤدبتین، ما بازی کردیم با دو محصلی که با ادب بودن. حالا لعبنا فعل فاعل هست، به هر حال مع الطالبتین، مع که هست مضاف شده به طالبتین، طالبتین مجرور ساخته. و شما میدانیم که اعراب تثنیه فرعی است در حالت نصب جر یا متا، چون که در اینجا مجرور هست یاد داده براش. المؤدبتین بالکل هیئت و اعراب و هر چی طالبتین در از خاطر که باید موافقت شرط هست، باید همراهش موافق باشه. الطالبتین ببینید شما مؤنث هست، دو محصل مؤنثه. المؤدبتین مؤنث هست، الطالبتین مجرور است بالیا، المؤدبتین مجرور است بالیا.
الطالبتين معرفاس بالي فلام، المؤدبتين معرفاس بالي فلام. درس المفكرون المسلمون المسألة، درس كذير بحث قرار گرفت مفكران اسلامي مسألة، كده مسألة فقه مطرح شده باز مفكران اسلامي در بارش تحقیقات انجام میده و رو تدریس میکنه. خب حالا دوستان عزیز، المفکرون شما ببینین، در اصل فعل هست، طبعا المفکرون فاعل هست و فاعل مرفوع می باشه، از جمع مذکر سالم اعرابش فرعی هست در حالت رفع میده. المسلمون ای با صفت مفکرون، المسالته ای مفعول به هست. حالا المسلمون موافقت عام و تام داره با المفکرون و همه چیزا شما میبینین، اگه معرفه این معرفه یعنی این بالی فلام، این بالی فلام، این مرفوع بواو، این مرفوع بواو، مذکر و این مذکر. حضرت الطالبات و الغائبات و حاضر شدن محصلات غائبات. حالا طالبات هم به ترتیب موافقت عام و تام وجود داره، لیکن اعرابش است که حضرت فعل است، طالبات و فاعلش هست، الغیبات و صفت هست. شهر علی اللاعبین الماهرین فی المباراه، مشاهده کرد علی بازیکنان، لاعبین بازیکنان، ماهرین که بازیکنان عادی نبود، مهارت هم داشتن، فی المباراه در مسابقات. على شاهد فعل هست، علی فاعل هست، اللاعبین مفعول به هست، مفعول به جمع مذکر سالم باید در حالت نصب جر یا داشته باشه، این حالت نصبیش هست یا داره. الماهرین در صفت لاعبین هست و شما به صراحت میبینید که حکم ربیع مطام از او را گرفته. شکر المعلم و طالبات النشیطات، تشکر کرد معلم از محصلات فعال. شکر فیل هست المعلم و فعال اسم فعال اسم مرفوع هست و علم ایراف فتح زهیره هست. الطالبات یکی هست جمع مونس سالمه هست و شما خوب میدانین که ایراب جمع مونس سالم در یک وقت و فرعی می باشه در حالت نصب، در حالت نصب حالت اعرابش به فتح نمی باشه بلکه به کسره می باشه. خب در اینجا طبعا باید مفعول بهی بود، دیگر طالبات می مواد، لکن چون که حالت نصبیش هم به فتح هست دیگر طالباتی می آید. المهم دوستان عزیز، طالبات مفعول بهی هست، منصوب هست. النشیطات، نشیط بمعنی فعال، با مخالف کسلان است، یک کسلان سست است دیگه نشیط هست، فعال هست. نشیطات صفت طالبات هست و موافقت عام تام شما میبینید همین چیزایی که برای شما گفته شد. السیارات السریعه خطر فی استانبول، سیارات موتورهای تیز رفتار که بسیار تیز می دوه یک خطر هست در استانبول. خب از سیارات مبتدا هست، از سریعت خبرش هست، صفتش هست، سیارات مبتدا هست، از سریعت صفتش هست و صفت طبیعی مفصول خود می باشه. سیارات جمع هست، جمع به تاویل جماعت هست، مونث می باشه و سریعتون دیگه صفتش تابعیش هست، مهنس آمده. خطران این باس خبرش هست. صورنا الاشجار الطویله، ما عکس گرفتیم از درختای بلند، از درختای بلند بلند عکس گرفتیم. صورنا فی الفاعل هست، الاشجار مفعول به هست، موصوف هست، الطویله صفت اشجار هست. خب اشجار جمع هست، جمع تاویل جماعت هست، مؤنث هست دیگه، تاویل صفتش هم تابع و مؤنث هم ده. الاشجار الف لام داره، تاویل الف لام داره، معرفه سیم الاشجار مفتوح هست چون که مفعول به است. تاویل همچنان منصوب هست،
الاشجار افن منصوب است چون که مفعول به است طویل هم چنان منصوب است چون که تابع و صفتش است یا نعتش است. خب دوستان عزیز این مثال را برای شما واضح کردیم و هم چنان در وقت وضاحت مثال به بعضی از قواعد اشاره کردیم که موافقت و چیزه است. القاعده الصفتو صفت کسی اسم یک اسم است یصف اسما توصیف میکنه. صفت و اسم صفت یک اسم است که یصف اسما که توصیف میکنه یک اسم قبله که پیش از او ذکر شده و یوضح او را و واضح میسازه. اشجار طویله درختای که دراز بود. شام بلدون قدیم برای یمی وضاحت میداد. یسمى الاسم قبل صفته موصوفا موصوفا شمار میشه مسمى میشه و ما با دیگه اطلاقش هم برای شما گفتیم که نعت و منعو طبیعی. مثال الشام البلد شام یک شهر هست یک کشور هست بلد موصوف هست صفت که هست قدیم قدیم هست. الصفت والموصوف متطابقانی صفات موصوف موافق باشه في الاعراب در اعراب الشام بلد قديم ادو تشمرفو شهدت بلدا قديما ما ديدم يك كشوار قديمي را تاريخي را شهدت دينج فعل فاعل است ديگه مفعولش طبعا مفعول بيش موصوف منصوب مي باشه كي بلدان هست و با صفاتش كي قديما هست و بالطبع منصوب مي باشه. مررت به بلد قدیم مر رفتیم با یک شهری که قدیم بود. اینجا به بلد با حرف جر است و مدخول خود را مجرور ساخته و منصوب است. قدیم به طبیعت او منصوب شده. این یک موافقت در اعراب باشه. و دیگر موافقت فی تعریف و تنکیر معرفت در تعریف و تنکیر هم باید داشته باشه. و خب دوستان عزیز معارف را برای شما بیان کردیم که مثلا علم اسم معرفه هست، همچنان دوستان عزیز ضمایر معرفه هست و موصولات و فلان این چیزا را برای شما بیان کردیم، به ضرورت تکرارش نیست. مثلا الشام شام که است بلد قدیم یک شهری یک کشوری قدیمی هست. حالا بلد شما ببینید که هر دو تاش نکره هست. زرعت صارت الشجرة الطويلة الشجرة معرفة بود بألف لام الطويلة معرفة بألف لام. في التذكير والتانيث هم چنان موافقاتش باید در تذكير والتانيث هر دوتا یکی باشه. اگر موصوف مذکر صفاتش مذکر، اگر موصوف مؤنث صفاتش مؤنث. الشام بلد قديم اینا هر دوتا دیجا هر دوتش مذکر است. خب الشجر الطويل هر دوتاش مؤنث است. خب در افراد و تثنیه و جمع باید موافقت داشته باشه. باز دیگه همین مثال در توضیح مثال ما برای شما وضاحت دادم. بلد مفرد قدیم مفرد هست، طالبان تثنیه است، طویلان تثنیه است، الطالبات جمع هست، الغیبات همچنان جمع آمده. سوم اذا كان الموصوف غیر عاقل لا يتطابق مع صفته في الجمع. اگر موصوف غیر عاقل باشه مطابقتش با صفت در جمع نمیایه. خب مثل که گفته السیارتو سریعتون خطرن فی استنبول، موترهای تیز که از خطر هست. خب معنی موافقه هست که ما برای شما گفتم، لیکن لفظا سریعات نگفته، چون که سیارات که از غیر عقل هست دیگه با سریعتون کفایت کرده، لیکن در حقیقت اگر موافقت معنوی میبینید جمع با تاویل جماعت است. سخن در نحو بسیار مشهور است. خب با تاویل جماعت که شد دیگه معنی موافقت داره، لیکن ظاهرا لفظا موافقتش باید که السریعات میماد، السیارات و السریعات خطر فی استنبول، الاشجار الطویلات باید تو میشود. خب دوستان عزیز به این ترتیب فرصتی که برای این درس ما اختصاص داده بودیم به پایان رسید.
درس بسیار جالب و درس ممتی هست، انشالله آسانم هست. شما درس تعقیب کنین، درس گوش بگیرین، از کتاب بخونیم، اگر کدام جایی اشکالی داشتین ما در خدمت شما هستم، همکار شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.